بلند میشن آقا احمد. بله علی زاده چرا غلطه؟ قشنگ عزوله شد. ساعت 5 صبح ببخشید این شکلی هم همین الان بیدار شدم. باشه وقتی بیدار میشم اولین کاری که میکنم میرم مسواک میزنم میرم زیر دوش آب سرد. بریم که انجامش رو بدیم. خب آقا دوشمون هم گرفتیم. الان یه خورده سرحال‌ترم. براتون بگم که قرار امروز چی کار کنیم بچه. من معمولا 5-6 حتی 4:30-7 اینا معمولا بیدار میشم. حالا امروز چون 7:30 دانشگاه داشتیم واسه هم یه خورده زود بیدار شدم، ساعت 5 که به کارام برسم. الان یه تمرین شکم داریم. من روزایی که شکم داشته باشم علاوه بر تمرینات اصلیم شکم معمولا صبح انجام میدم، مثلا بعد از ظهر یا شب تمریناتم خودم انجام میدم. الان تمرین شکم داریم، بعد صبحونه میخوریم، بعد کارامو میکنم، میریم دانشگاه، میایم ناهار رو، حالا دیگه بقیه چیزا رو که میبینیم. و الان بریم با هم من تمرینات شکممو بکنم، بعدش هم یه صبحونه مشتی داریم. ولی بچه مثلا به من میگین الان ممکنه براتون سوال بشه، یعنی با شکم خالی تمرین میکنی و اینا؟ آره بچه، من صبح ترجیح میدم که چیزی نخورم و تمرین کنم. یه هر کسی یه طوریه دیگه، من اینطوریم، بعدش میخورم. بریم که تمرین بکنیم. خب آقا همه تو خونه خوابن، من فقط چراغ رو روشن کردم که ویدیو رو اینجا بگیرم. بریم تمرین داشته باشیم. خب آقا تمرینم تموم شد بچه. تمرین شکم من خیلی طول نمیکشه، کلن 8 دقیقه، 7 دقیقه، 10 دقیقه، ته تهش. واسه همین چیز خاصی نیست. الان بچه ها صبحونه درست میکنم، تو اینستا آموزش رو گذاشتم، یه درستش کنیم. خب دوستان برای شروع 3 عدد تخم مرغ و 1 کاسه میاریم. خب دوستان 3 تا تخم مرغ رو میشکنیم میریزیم داخل، بعدش نمک به مقدار لازم، زرد چوبه به مقدار لازم و فلفل هم به مقدار لازم اضافه میکنیم. بعد بچه ها هم بزنیم. من 2 دستی باید هم بزنم ولی براتون نه، 1 دستی هم میشه. چرا تا حالا امتحان نکرده بودم نمیدونم. بچه اینا رو خوب هم میزنیم به جهات مختلف که خیلی عالی با هم ترکیب شوند. بچه ها بستگی به میزان گرسنگیم داره، بعضی اوقات 3 تا تخم مرغ میخورم، بعضی اوقات هم 4 تا. واسه به اندازه تخم مرغاش هم داره. اینا دیگه تخم مرغای خوبی بودن. اینم از این، یه خورده روغن میریزیم تو این. بچه ها به طور معمول تقریبا 1.5 قاشق اینا روغن شد، یه خورده زیاد شد، اینا رو بهش اضافه میکنیم. بله کامل با ته بریزیم بچه. بچه تا این یه خورده اوکی شه میریم آب میخوریم. بچه من معمولا بعد تمرینم 2 لیوان آب میخورم وقتی که تخم مرغ داره سرخ میشه. آب زیاد بخوریم بچه، روزی 2-3 لیتر آب بخوریم، خیلی خیلی خوبه. دوستانم یواش یواش داره سفت میشه، بعد که سفت شد بعد از این رو بکنینش اون رو. خب بچه این قسمت از این رو به اون رو کردنه، قسمت سخت کاره، یا یه بد شد به بزرگی خودتون ببخشید. برو بریم یو بابا بنوازم. خب بچه ها میرسیم به قسمت خوردن کار. بچه من با نون توست پروتئینی میخورم به طور معمول و آره که پروتئین رو بره بالاتر. میگن که هر اسلایدش به اندازه 2 تا سفیده تخم مرغ پروتئین داره. حالا اینکه دیگه هر کسی هر جوری بخواد میتونه بخوره. الان هم حوصله ندارم باش گوجه و کاهو و اینا آماده کنم، پس همینطوری خالی میخوریم بره. یه بای این صورت
بچه نگاه کنیم چه خوشگل میشه. هر کدومشون رو نصفش میکنیم، رونون میذاریم و جاتون خالی. خب آقا صبحونمونم خوردیم. بچه این کارا به طور معمول 30-40 دقیقه طول میکشه، ولی الان که دارم براتون ویدیو میگیرم یه ساعتی شده. من دیگه الان میشینم پشتیبانی بچه ها، جواب کامنت ها و اینا و ادیت چند تا ویدیوهامو انجام میدم که دیگه بعدش ساعت 7 بشه تقریبا آمادهشم برم دانشگاه. مخلص. خب بچه ها من دیگه کلن برای کارام دراز میکشم رو تخت، همه کارامو انجام میدم. یه بخش دیگه صدا بد میاد، میکروفون نذاشتم، شرمنده، و دیگه الان دراز میکشم به همین صورت و همه کارامو اینامو انجام میدم. تمرکز کنم که تو تمرینات به اندازه با هر دوتا قسمت بدن فشار بیاری و به مرور زمان مطمئن باش که اوکی بهتر میشه. نمیخوام بگم اوکی ها، هرچی کمتر و از این چیزا دورتر باشی خیلی بهتر. خیلی هم خوبه که داری سیگار رو میذاری کنار. آفرین، واقعا کار هر کسی نیست. مطمئنن تأثیر میذاره و بهتر نتیجه میگیره اگه نام حذف کنی. مطمئنن یه طبیعیه. خب آقا اینم تیپ دانشگاه، برو بریم. خب آقا ما راه افتادیم بچه ها، دیره. آره همینطوریش هم دیر شده، 20 دقیقه هم تو راهیم. کلاس هم 7:30 دیگه قراره تون برم. خب آقا ما اینجا یه توقف داریم، رفیقم اینجا بعد با هم مسیره دیگه، بعد منتظر بمونیم بیاد که همیشه خدا دیر میکنه. یعنی یه بار من تو دلم موندی، یه بار زودتر من بیاد مثلا اینجا که با هم بریم. واسه همین بهشم زنگ زدم الان تو راهه دیگه، حالا بیاد نشونتون هم میدمش. آه خیلی هم دوست دارم آهنگ بذارم، مثلا ببینین چه آهنگ های گوش میدم، ولی یوتیوب متاسفانه کپی رایت میزنه و آره اذیت میکنه، نمیتونم آهنگ بذارم بچه براتون. اینم بگم که بچه خوابم میاد، نمیدونم چرا من میشه دیشب، من میشه دیشب یکم دیر خوابیدم، یکم کار برام پیش اومد. من معمولا شبا 11 اینا خوابم، 11 و نیم دیگه، نهایت 12. دیشب یه کار پیش اومد تا 1 بیدار بودم، واسه همین یه مقداری اصلا گیج خوابم. اوریز عکس رادیو تو؟ آره بچه ها، احمد بچه ها سلام. اینا ساعت چنده؟ بابا دیگه ساعت کلاس هفته نیم کلا موزه کلاس هفته نیم موزه ساعت 6 حساب هم بلند شد باز دیر. بچه من قراره تون برم دیگه. Around, I feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing. خب بچه ها کلاس اول تموم شد، الان ما اومدیم رو پوشامونو برداریم. بخش داریم بچه ها، بخش چی داریم؟ دست باش دست باش، رو پوشا رو برداریم. آقا احمد بیا رو پوشت رو بردار. چه رو پوشا هم برداشتیم، بریم که واسه کلاس. یه استرومان استقلال داریم، ترابکول های. خب بچه ها بخش آسیب هم تموم شد. آقا احمد بکرم. آقا مبین سلام. بچه ها 10:20 تقریبا تا ساعت 11:45 بیکاریم. حالا ببینیم کجا هم بریم، شب بریم بخوابیم، شاید تکلیف هم داریم باید انجام ولی میخوابیم.
خب آقا آخر اومدیم خونه موبین یه خورده لش کنیم، وقت نمیشه بخوابیم. 11:45 برمیگردیم سر کلاس. خب بله بچه ها، همونطوری که میبینین ساعت 11:45 کلاس داریم. 11:40 بچه ها خوابن، بلند نمیشن. آقا احمد بله کامل رفته استیر من. خب دیگه برو بچه الان نمیشه تموم شده بچه ها. سلام داری من تو خانه رفیقان دارم دیگه یک جرسدی 28 کنسیسی قرامل قبول درست نگاه کن علی زاده، همین خطی که کشیدی کاملا خلاته. چرا غلطه؟ آقا دانشگاه هم تموم شد، همین الان پارم از خستگی دارم میرم خونه یه ناری بخورم، یه استراحتی بکنم، یه شد یکم بخوابم یه ساعت تا دیگه ببینیم چی میشه. بازم براتون ویدیو میگیرم که چیکار میکنم به صورت کلی. و حالا دیگه الان دیگه بریم خونه مخلص. بچه ها دارم بای بای میکنم. خب آقا من دیگه رسیدم خونه، دیگه مامانم هم نهار درست کرده بود، نهار برنج و مرغ درست کرده. دیگه الان یه بخورم دیگه، شرمنده. ساعت 3 هست تقریبا، گفتم بدون نفس نمیشه اینجا. آها خب اینم وعده نهارمون. خب دیگه آقا من حتی غذا خوردنم هم براتون بچه ها فیلم میگیرم. عجب غذاییه. خب آقا اینم نهار، قشنگ عزوله شد. خب دیگه نهارمون هم زدیم. بچه ها من چون دیشب یه خورده کم خوابیدم، به طور معمول در طول روز من نمیخوابم، ولی چون دیشب یه خورده کم خوابیدم حدود 4-5 ساعت دیگه، الان یه ساعت استراحت میکنم یه ساعت میخوابم. خب دوستان همونطور که مشخصه من تازه خواب بلند شدم و آره تازه خواب بلند شدم. بچه ها الان میریم یه وعده میزنیم، بعدش یکم بعدش هم تمرین رو میکنیم، بعد بقیه کارا. خب آقا میرسیم به بهترین بخش روز، بخش تمرین کردن. امروز سه تمرینات فرانت لور و پول آپ و آره با بار فیکس و اینا دارم که خواهید دید. بچه ها من قبل تمرین یه پروتئین بار میخورم و پیجی هم که براتون خرید کردم میذارم. پروتئین باراش خوبه، بدون شکر گیاهیه. این مدل 16 گرم پروتئین داره، ببینید و میخوریمش که بعدش گرم میکنیم و تمرین رو استارت میزنیم. میریم واسه گرم کردن. بچه ها گرم کردن رو خیلی جدی بگیریم. من ویدیوشو تو همین یوتیوب گذاشتم، توی اینستان چند تا گذاشتم، حتما گرم کنین. بعد یه چیز بگم بچه ها، من این رو نمیدم ولی بچه کتفم مصدومه، یعنی یه 4 روزی هست ورزش نکردم. مخصوصا تمرینات شنا و اینا خیلی فشار میاره به سرشون کت، ولی میخوام تمرینات رو شروع کنم، بهتر شده و آره دیگه ببینیم چطوری پیش میره. یه چیز خیلی مهم برای تمرینات بچه ها، هندسکری هدفون هر چی دارین، چون آهنگ فوق‌العاده است، انرژی که آهنگ میده رو هیچی نمیده. آهنگام برای تو میذارم بچه، من یه پلیلیست ندارم که بگم این لیست آهنگام، من هرچی آهنگ جدید باید انقدر گوشش میدم که دیگه انش در بیاد نتونم گوش بدم. بعد اصلا میرم سراغ آهنگایی بده این مثلا این مولینی هم پلیلیست ندارم. یه اصل خیلی مهم هم پروردن لباس. بچه حرکت اول فرانت لیور رو ماکزیموم اگه میتونم نگه دارم یا در را 10-15 است میگه. بچه حرکت دوم فرانت لیور ریززه، یعنی فقط سعی میکنم بیام تو حالت فرانت لیور، فقط در گردن پایین بریم که داشته باشیم. خب بچه حرکت بعدی من تو حالت تاک فرانت لیور سعی میکنم پول آف برم، بار فیکس برم، خودم بکشم بالا.
خب بچه ها برای حرکت چهارم نگاتیو فرانت لبره قسمت منفی کار یعنی فقط پایین اومدن است. بچه ها حرکت های منفی خیلی جدی در نظر بگیرید، چه برای بار فیت چه برای شما، برای هر حرکتی خیلی کمک میکنه. خب بچه ها چهار تا حرکت اول تموم شد، حرکات بعدی دیگه میره با جلیقه وزنه. بچه ها تمرینات امروز من یادم رفت اولش بگم، تمرینات زیر بغل یا همون عضلات کمر و جلو بازو ساعده چنگ با میله بار فیکسه، برای تمرینات فرانت لیول بیشتر واسه عضلات زیر بغله. کلن بار فیکس که میره بچه ساعده خیلی خوب درگیم، من تمرین ساعده خاصی انجام ندادم، همش به خاطر بار فیکسه. الان دیگه این حرکات با جلیقه وزنه است، 20 کیلوه و حرکت اولا پول آپ همون بار فیکس معمولیه، حالا وایدشه دیگه. خب بچه ها حرکت بعدی چیناپه برای جلو بازو عروسکه. خب بچه ها این حرکت آخرم کماندو پولاپه، حالا میبینینش بچه های حرکت معمولا تو 3-4 ست میزنم، اگه حرکت خیلی سنگین باشه معمولا 3 ستش میکنم، مثلا این پولاپ و چیناپا 4 ست. تموم شد، سخت‌ترین قسمت کار در آوردن اینه. بچه اینم تمرین امروز. بچه من میرم یه دوتا عکس تو آینه میگیرم، ویدیو امروز نمیگیرم، وقت نمیکنم که تفاهم محصول بهترش به شام نهیرم برای ویدیو. بعد عکس میرم دوش میگیرم، حتی بچه دوشتون رو میگیرم، دوش آب گرم میگیرم، دوش آب سرد و صبح گرفت میرم همون، بعدش وعده بعد تمرین رو براتون میذارم. خب بچه ها دیگه من دوشم رو گرفتم، الان وعده بعد تمرینه. بچه من به طور معمول وعده بعد تمرینم رو تخم مرغ آبپز میخورم، ولی حالا مامانم یه چیزی درست کرده. بچه ها درست کردنش خیلی آسونه، تو اینترنت فقط کافیه یه سرچ بکنین. بچه ها کیک مرغه، خب بهش میگن کیک مرغ، و فقط کافیه یه سرچ ساده در موردش بکنی تو اینترنت، میاره مخلفاتش هرچی که داره کلن چیه، آسونه. مرغ و نون توست و یه سس و سبزیجات و ایناست، خیلی بالا خوشنز. من مامانم زیاد درست کرده گذاشته تو یخچال، دیگه من بعد تمرین اینو میخورم تا موقعی که تموم شد دوباره برم رو تخم مرغ آب پز. و بچه ها بعد از خوردن این پست و استوری های اینستام آماده میکنم، ادیتامو میزنم میذارمشون، بعدش هم دیگه یعنی کار خاصی نیست، فقط همون پست و استوری اینا رو بذارم خودش خیلی زمانی بره ادیتشون و اینا. بعدش وعده شاممه، بعدش هم که دیگه خواب. حالا بقیه‌اش هم براتون حالا به صورت کلی میذارم که ببین. آقا دلتون رو نمیخوام آب بندازم، خیلی خوشمزه است، جاتون خالی. نایس. بچه ها این توضیح هم بدم، فکر نکنین مثلا کیک مرغ شیرینی های نداره، بچه هیچ شیرینی نداره، فقط بحث کربوهیدراتش نونه توستشه، اینطوری نیست با خامه و این چیزا درست باشه، نه یه سوسه و مرغ و نونه توست و سبزیجات و اینا. بچه ها آب هم بخورین، حالا من درست از آب خوردن چیزی نمیذارم، ولی من روزی میگم 3 لیتر حداقل آب میخورم. آب خیلی چیز مهمیه، تنها چیزیه که زیاد خوردنش هیچ اشکالی نداره. این هم وعده شام بچه ها، همبرگر آماده است، یعنی خونگیه بچه ها، ما از بیرون همبرگر نمیگیریم و مامان هم درست میکنه و دوتا همبرگر میذارم رو هم، تقریبا هر کدومش 100 گرم گوشته. من کلن یه اخلاقی که دارم با ساندویچ حال نمی کنم خیلی چیزی بخورم، کلن من مثلا پیتزا اگه مثلا بگیرم فست فود جایی حتی بدون سس میخورم، یعنی کلا این مدلی ام دوست دارم طعم خودش باشه. مثلا خیارشور که اصلا دوست ندارم، فقط گوجه میذارم. و اینم وعده شامم بچه ها، اینم از همبرگر خونگی، گفتم مامانم هم درست میکنه بچه ها، یعنی تغذیه بچه ها خیلی مهمه همونطوری که میدونین، و غذای مامانم این بدن رو ساخته، یعنی اگه مامانم نبود، اگه غذاش نبود، خدا میدونه
من الان چیکار کنم؟ چون خودم بچه خیلی راستش آشپزی نمیکنم، یه وعده صبحونه میام بعدم، اصلش نهار و شامه که مامانم غذا درست میکنه و من میخورم اونم همبرگر. خب اینم یه روز از زندگی من بچه ها. دیگه این موقع از روز که میرسه من دیگه تقریبا باتریم خالی میشه، یعنی دیگه یعنی خواب من میگیره طرف های 11:30. دیگه بچه ها من میرم تو گوشی یه خورده، بعدش میگیرم میخوام دیگه. اینم از یه روز بودن با من. امیدوارم ویدیو لذت برده باشین، خوش گذشته باشه بهتون. مرسی که تحمل کردین، دمتونم گرم. اگه ویدیو دوست داشتین حتما لایک کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین. ویدیوهای خفن‌تر تو راه، زنگوله بغلشو بزنین که ویدیو رو دست ندین. مخلصم، امیدوارم همیشه پولدار و سلامت باشین. مخلص، دوبار گفتم مخلص.